بسم الله الرحمن الرحیم دائرت المعارف ارفانی جلد اول مجموعه مقالات معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل سوم فلسفه ارتباطات خودشناسی ارتباطی صفحه 122 آزادی یکی از مسائل مهم جهان امروز مسئله آزادی است گویی بشر امروز هرچه می کند برای رسیدن به آزادی است بنابراین بسیار لازم است که ما آزادی را تعریف کنیم آزادی چیست؟ آزادی یک احساس است که از اعماق دل انسان برمیخیزد و میل به برونفکنی دارد آزادی قدرتی است که بشر را وا می‌دارد تا هر آنچه که در درون خود دارد در عالم بیرون به ظهور بکشاند در واقع آزادی همان اراده به ظهور است ظهور احساس ظهور اندیشه ظهور بیان و ظهور اعمال و ترمینال نهایی این ظهورها عمل بشر است هر شرایطی که بشر را در این ظهور محدود کند ایجاد کننده احساس اسارت است و اگر همیشه دین برای بشر مفهومی جز اسارت نداشته به این دلیل بوده است که احکام دین همیشه بشر را دعوت به محدود کردن اعمال خود و خیشتنداری کرده است و همین امر در تزاد با آزادی عملی و اراده به ظهور در بشر است آزادی یک نیاز ذاتی بشر است زیرا بشر تنها در ظهور احساس و اندیشه و بیان و عمل خود است که احساس وجود می کند و وجود خود را در جهان درک و باور می کند. اما این ظهور در کجا اتفاق میافتد این ظهور در جهان بیرون از فرد که شامل اشیاء، طبیعت و انسانهای دیگر است اتفاق می افتد و همین امر ظهور بشر را در جهان دچار محدودیت می کند زیرا هر آنچه که در جهان وجود دارد دارای محدودیتی است و هرچه این موجودیت فعالتر و زنده باشد اراده به ظهور در مقابل آن محدودتر خواهد شد به طور مثال آزادی یا اراده به ظهور یک بشر در مقابل یک شی و طبیعت و یک موجود زنده و نهایتا انسان متفاوت خواهد بود یک شی به سبب اینکه بی جان است و خود اراده ای برای ظهور بالقوه از خود ندارد کاملا تسلیم اراده بشر خواهد شد و بشر در قبال آن کاملا خود را آزاد احساس می کند اما چنین آزادی در قبال یک بشر دیگر وجود نخواهد داشت زیرا او نیز دارای اراده به ظهور است و همین امر آزادی را در قبال وی محدود می کند. بنابراین جهان بیرون به همان اندازه که باعث ایجاد احساس و اندیشه و انگیزه عمل در بشر می شود میزان آزادی و ظهور و بروز اراده در بشر را محدود می کند و همین حقیقت نشانگر این است که آزادی بیرونی برای بشر دارای حدی است که این حد یا توسط قوانین طبیعی مشخص می شود و یا توسط قوانین فرهنگی و حکومتی که در هر جامعه وجود دارد. به طور مثال، تن هر بشری برای ادامه حیات خود دارای قوانینی طبیعی و فیزیولوژی است که همین قوانین محدود کنندگی آزادی در قبال نیازهای تن است. مثلا اگر فردی خوردن خود را تحت این قوانین محدود نکند مبتلا به بسیاری از بیماری ها می شود و این بیماری ها شرایط جبری را برای وی پدید می آورند که او را از همان آزادی ابتدایی نیز محروم کنند. یا اگر کسی در ارزای غریزه جنسی خود را آزاد بگذارد مبتلا به بسیاری از بیماری های جنسی و عقیم شدگی خواهد شد که همین امر آزادی را برای وی مبدل به ضد آزادی می کند. و یا اگر فردی برخلاف قوانین فرهنگی و حکومتی جامعه خود عمل کند و از حدی که توسط این قوانین برای آزادیش در نظر گرفته شده تجاوز کند مجازات می شود که این مجازات می تواند زندان باشد و او را از همان آزادی داده شده ابتدایی محروم می کند. به هر حال بشر برای ارزای نیازهای خود نیازمند جهان بیرون است که همین امر وی را مجبور می سازد تا چه بسا علا رقم میل باطنی خود از قوانین طبیعی و اجتماعی حاکم بر تن و جهان بیرون تبعیت کند. زیرا اگر چنین نکند و بر آزادی بیرونی خود پافشاری کند این آزادی مبدل به ضد آزادی خواهد شد و اسارت‌های نوینی را برایش پدید خواهد آورد زیرا قلم رو به این آزادی دنیاست و چون دنیا محدود است پس آزادی دنیوی نیز نمیتواند نامحدود باشد اگر آزادی بیرونی همان تعین بخشیدن به خواسته ها و امیال و آرزوهاست، سال هاست که بشر به واسطه علم و تکنولوژی توانسته است بر بسیاری از این خواسته ها دست یابد، اما همین علم و تکنولوژی در عین اینکه بشر را از بسیاری از اسارت های دنیوی رهانیده، اما خود نیازها و اسارت‌های جدیدی را برای بشر پدید آورده است. به طور مثال کشور آمریکا یکی از کشورهایی است که به مردم خود آزادی دنیوی داده است و به واسطه تکنولوژی مردم این کشور توانستند از بسیاری از اسارت‌های دوران سنت برهند. اما حال مردم این کشور در اسارت تکنولوژی قرار گرفتند مثلا یک آمریکایی اگر اتومبیل نداشته باشد احساس نابودی می کند و تمامیت احساس وجود بی وابسته به میزان درآمدی است که دارد که به نظر ما این اشد اسارت یک انسان است انسانی که در اسارت پول قرار گرفته است پس هرچه انسان در دنیا آزاد تر باشد این آزادی مبدل به اسارت هایی می شود که به شکل بیماری و عادات ویرا زنجیر می کند اما آزادی مانند هر معنای دیگری دارای دو وجه است آزادی درونی و آزادی بیرونی آزادی باطنی و آزادی ظاهری اگر آزادی دنیوی تنها در کسب دنیای بیشتر ایجاد می شود، آزادی درونی در پرهیز از دنیا ایجاد می شود. آزادی دنیوی در تضاد با آزادی درونی یا باطنی است. انسان هرچه در دنیا آزاد تر باشد آزادی درونی خود را که حاصل تقوا و خیشتنداری است از دست می دهد زیرا آزادی دنیاوی انسان را به سمت وابستگیها و اسارتها و گناهان دنیاوی می کشاند و همین امر معنویت را که ایجاد کننده احساس آزادی باطنی است از بشر می ستاند. اگر امروز بشر بیش از هر زمانی فریاد آزادی سر داده به این دلیل است که بیش از هر زمانی اسیر دنیا شده است و معنا را از دست داده است و همین احساس اسارت درونی است که وی را اینچنین به فریاد کشانیده است به هر حال پروازه هست که بشر امروز بسیار آزادتر از بشر دیروز در دنیا زیست می کند اما این که چرا امروز بیش از هر زمانی بشر خواهان آزادی است خودگویای حقیقت ذکر شده است آزادی باطنی و درونی حاصل معناست و آزادی بیرونی حاصل دنیاست. آزادی باطنی بشر را از آزادی دنیوی و بیرونی بینیاز می کند اما آزادی بیرونی روز به روز انسان را بیشتر در اسارت دنیا قرار می دهد. اسارتی که بشر را وامی دارد تا برای رسیدن به آزادی دنیوی دنیای بیشتری را برای خود فراهم کند اما متاسفانه هیچگاه این اسارت پایان نمییابد زیرا تنها راه رهایی از های دنیوی رو به معنا کردن است نه کسب دنیای بیشتر احکام دین همیشه انسان را از افسار گسیختگی قرایز نفسانی بر داشته است و بشر را امر به تقوا در پایین تنه یعنی شکم و زیر شکم کرده است که حاصل چنین تقوایی آزادی باطنی است آزادی که در بالاتنه یعنی فکر و احساس اتفاق می افتد. هرچه انسان خود را در پایین تن آزاد تر بگذارد آزادی بالاتنه خود را از دست می دهد و دچار حقارت های فکری و احساسی می شود حقارت هایی که به شکل تعصبات فرقه ای، نژادی و مذهبی و کینه و بغض قلبی بارز می شود آزاد اندیشی حاصل آزادی باطنی است آزادی باطنی به دل انسان وسعت میبخشد وسعتی که حاصل آن محبت به دیگران است اما انسانهایی که در جستجوی آزادی دنیوی یعنی آزادی در پایین تنه خود هستند انسانهایی حقیر و خودخواه و متکبرند که تنها به منافع خود می اندیشند و برای رسیدن به این منافع از هیچ ظلمی فروگذار نمی کنند اگر امروز نجات پرستی و خرافات و تعصبات فرقی و مذهبی در میان اقوام و ملت ها این چونین شایع شده به سبب این است که بشر به واسطه تکنولوژی چنان اسیر دنیا گشته است که تمامی معنای خود را از دست داده اینان همان کسانی هستند که هیچ اعتقاد و اندیشه ای را برخلاف خود نمیپذیرند. همه آزاداندیشان در طول تاریخ انسانهایی مؤمن و با تقبا بودند شما هیچگاه نمی توانید بشری هرزه و فاسد و دنیا پرست را بیابید که دارای فکری آزاد و قلبی بدون کینه و بغز باشد تفکر و عشق و محبت حاصل آزادی باطنی است و آزادی باطنی نیز حاصل تقواست تعصبات کور و خرافات و کینه و نفرت نیز حاصل آزادی ظاهری و یا دنیوی است آزادی بالاتنه و آزادی پایینتنه اگر امروزه ما در کشورهای آزادی چون آمریکا شاهد کشته شدن فرزندان توسط مادران هستیم خود نشانگر این است که چگونه آزادی پایین تنه قلب را شقی و سیاه می کند تا حدی که مادر را که اصفه محبت نسبت به فرزند می باشد به چنین کاری با دارد. حال هر کس می تواند آزادی دلخواه خود را انتخاب کند فلسفه سانسور در عصر جدید اتش فزاینده برای آزادی بیان پا به پای اتش برای سانسور بیان به صورت مهمترین اپیدمی جهانی درآمده و از جمله مسائل محوری سرنوشت افراد و ملل می باشد و خود به تنهایی از علل درجه اول جنگهای داخلی و بین المللی محسوب می شود. فلسفه سانسور به لحاظی همان فلسفه دروغ مسلحتی است که همواره در عرف بشری بخشی از حیا و خیشتنداری خانواده ها نیز محسوب گشته است و تا قلب خانواده ها نیز حکم میراند و تنها امری سیاسی و حکومتی نیست افلاتون سانسور را یکی از عناصر ذاتی تراژدی می‌داند. هرچند که منظور افلاتون از تراژدی اساسا شعبه ای از ادبیات می باشد ولی به نظر می رسد در قلم رو به واقعیت هم سانسور همواره انصری ذاتی از شرایط تراژیک است. سانسور می خواهد مانع نابودی شود ولی به طرزی دیالکتیکی آن را دامن می زند و تشدید می کند چه به صورت خود سانسوری و چه سانسور عرفی و حکومتی. همانطور که در قلم رو به ادبیات تراژیک علت نهایی یک تراژدی مکتوم است در قلم رو به واقعیت هم چنین است و این است معنای ذاتی سانسور گویا سانسور یک عنصر ذاتی از واقعیت در قلم رو به معرفت است به همین دلیل هرگاه که سانسوری برداشته می شود و حقایق با صدای بلند بیان می شود نهایتا حقیقت یک واقع پنهانتر و اسرارآمیزتر می گردد و در قوقای بیان چه بسا اصل واقعیت فراموش می شود. سانسور یک عنصر ذاتی در قلم رو به شناخت منطقی می باشد و سخن معروف مولای رومی داله بر همین امر است که آنکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند به هر حال بیان انسان در طول تاریخ تدریجا حریم های سانسور را شکسته است و امروزه از مسائلی سخن می رود که تا چند نسل پیش از گناهان و جرم های بزرگ نابخشودنی محسوب می شد. حتی در قلم رو به عرف و اخلاق و ادب. پیشرفت علوم از جمله عوامل درجه اول در شکست سانسور بوده است و ذاتا تکنولوژی به معنای برونافکنی و آشکارسازی دارای قدرتی ضد سانسور است هم در بیان و هم در کردار این قدرت در قلم رو به ارتباطات ماهوارعی و رایانعی و اینترنتی به قایت خود به فعل می آید. امروزه حتی سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی هم هر چند سال یک بار اسناد جرم و جنایات خود را مفتخران منتشر می کنند همجنسگرایان و تبهکاران به صورت احزاب رسمی فعالیت می کنند و عبرقدرت ها دیگر نیازی به پنهان داشتن منویات و برنامه های خود ندارند به کل تاریخ بشر جریان فائق آمدن بر سانسور و عرصه تدریجی برون افکنی نفس است و این در منطق دینی و قرآنی همان واقعی قیامت است که به اراده پروردگار می باشد و کسی را یارای ممانعت از آن نیست. و قایت این برونفکنی همانا ظهور جمال پروردگار و واقعی لقاء الله در قیامت کبرا می باشد که قایت نابودی سانسور است که به معنای نابودی خیشتنداری و تقوا نیز می باشد. این قایت دیالکتیک در قلم رو به معرفت دینی است که عارفان بزرگ از بانیان نخستین آن در عرصه ما قبل از مدرنیزم و تکنولوژیزم محسوب می شوند و گویی تدبین کنندگان پیشا پیش قیامت بودند. این برونفکنی و اوریانی حقایق خود هم مولد تراژدی است و هم مولد سانسورهایی به قایت مخوفتر و پیچیدتر. تر بیروس های کامپیوتر یکی از این علائم سانسور برخواسته از برونفکنی محسوب می شوند این خود براندازی ذاتی تکنولوژی ارتباطات محسوب می شوند. این خودبراندازی ذاتی تکنولوژی ارتباطات است که بیانگر آزادی ضد آزادی از بطن ارتباطات می باشد و سانسور ضد سانسور مکتب هو همه عارفان و حکیمان تاریخ جهان کهن و همه متفکران بزرگ عصر جدید بر این باورند که وجود حاصل رابطه است و هیچ چیزی در عالم ماده و معنا به خودی خود وجود ندارد وجود خود به خودی و فی نفسه چیزی جز جمادیت محض نیست و حتی عالم جمادی و اجرام و کرات بیجان هم در کشاکش قوه جذبه یکدیگر امکان موجودیت دارند این حقیقت درباره عالم جان و خاص انسان صاحب روح دو صد چندان شدیدتر فهم می گردد. آدم هرچه دارد اعم از تن و اندیشه و احساس و هرچه می کند و هست از رابطی دیگران و برای دیگران است خود در مفهوم نهایی مترادف عدم است و لذا همه فریب هاست زیرا وجود ندارد یک توهم جادویی می باشد همه چیز در رابطه بین من و تو پدید می آید و استمرار می آبد. همه چیز در رابطه و از رابطه و برای رابطه است آنچه که واقعیت دارد هرچند که نامرئی می باشد همان رابطه است پس رابطه چیست؟ رابطه نه من است نه تو است بلکه اوست هو هو هم خداست که حاضر پنهان است عشق است همه هوست نی من منم نی تو توی نی تو منی هم من منم هم تو توی هم تو منی من با تو چنانم ای نگار خوتنی در عجبم که من منم یا تو منی مصاحبه ای با بزرگان تاریخ یک از فردریک نیچه پرسیدم چه اصراری داشتی که ثابت کنی که آلمانی نیستی در حالی که ثابت شده که لاقل هفت جد تو آلمانی بودند؟ گفت برای اینکه میخواستم ثابت کنم که اصلا خودم نیستم از حسن صباح پرسیدم تو که اسنا بودی چرا به ناگاه به لباس اسماعیلیه درآمدی گفت حقیقت از زبان غیر بهتر به گوش دوست میرسد به خصوص که دشمن باشد از ژان پل سارتر پرسیدم چرا بالاخره با خانم سیمون دوبوار رسمن ازدواج نکردی گفت میترسیدم که به من خیانت کند از سقرات حکیم پرسیدم چرا خودکشی را برگزیدی؟ گفت به این امید که شاگردم افلاتون از خواب قفلت بیدار شود که نشد از بزرگی پرسیدم از چه مردی؟ گفت از خجالت مصاحبه ای با بزرگان تاریخ دو روزی از آلبرت اینشتاین پرسیدم اگر فضا منحنی است پس تکلیف خط راست چه می شود؟ گفت مثل تکلیف کل علوم بشری که توهمی بیش نیست. روزی از ابن سینا پرسیدم تو که آن همه امراض لاعلاج را شفا نمودی پس چرا قولنج مادام العمر خودت را شفا ندادی و جوان مرگ شدی؟ گفت من بین بو علی بودن و تندرست بودن اولی را برگزیدم از تولستوی پرسیدم تو که جهان ادبیات داستانی را جهان حماقت بزرگ نامیدی پس چرا تا آخر داستان نوشتی گفت آدمی را از حماقت خیش رهایی نیست از فروید پرسیدم آن سرطان عجیب چه بود که سی بار جراحی کردی و آن همه عذاب کشیدی که نهایتا با مخدر خودکشی کردی گفت عذاب تلاش من برای علمی کردن و آکادمیک نمودن مقام پیامبری بود تا هر کسی به توانت پیغمبر شود و معجزه کند و مردم را شفا دهد از حضرت مسیح پرسیدم چرا دین تو زنانه است؟ گفت زیرا وسیع من مریم مجدلیه بود از صادق هدایت پرسیدم چرا خودت را کشتی؟ گفت هرچه نوشتم کسی حاضر نشد مرا شهید کند خودم این کار را کردم از دکتر شریعتی پرسیدم چه چیزی تو را کشت؟ گفت تهمت ناحق کسی که از همه بیشتر دوستش داشتم آنگاه که هیچ کس ننویسد تفسیری بر سوره قلم سوگند به قلم و آنچه که می نویسد که تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی و تو را اجری بیمنت است و به راستی که بر خلقت عظیمی سوره قلم در حدیث قدسی آمده است که خداوند اول چیزی که خلق کرد قلم بود و سپس لوح و آنگاه نوشت و سپس به آنچه که نوشته بود امر به شدن فرمود کن کن و بدین گونه جهان خلق شد و نیز نخستین آیاتی که به پیامبر اسلام وحی شد امر به خواندن و نوشتن بود پس خدا نخستین نویسنده است و آخرین رسولش را نیز بر همین کار گماشت این ماجرای خلقت است خلقت ازلی که به قلم خدا رخ نمود ولی خلقت جدید و روحانی به قلم رسولانش واقع گردید در سوره قلم سخن از قداست آن است چرا که به آن سوگند رفته است و نیز سخن از فقدان جنون اهل قلم و اجر بی منت و بی پایانی که دارند و همان خلقت عظیمی است که در حال نوشتن پدید می آورند. نوشتن همان خلقت جدید و موجب خلق عظیم است و مانع جنون می گردد چرا که آدمی اصلا از جن است قول قرآن و لذا مستمرا در وسوسه اجنه و مبتلای به جن زدگی می باشد و جز به واسطه قلم از جن نجات نمی یابد و به مقام انسانیت نمی رسد که همان خلقت عظیم است و اما در این سوره خداوند رسول اهل قلمش را از تردید درباره جنونش می رهاند که به راستی تو در جنون نیستی و بلکه آنان که تو را متهم به جنون می کنند مجنونند آنی که به راستی اهل قلم است به حق و از نعمت خدا و فقط برای خدا می نویسد به وضوح می بیند که قلم در دست او نیست و بلکه این دست هم دست خداست که با دست او می نویسد پس نکند که جنونی در کار باشد هرگز هرچند این تو نیستی که می نویسی ولی اجنه هم نیستند که با دست تو می نویسند بلکه خداست که در حال خلق عظیم است و اما وای بران نویسندگانی که قلمشان در دست اجنه و شیاطین است و وای بران ای که یک اهل قلم راستی نداشته باشد که بنویسد چون این جامعی مبتلا به جنون می شود تلویزیون یا گوساله سامری خانگی هنگامی که از تلویزیون سخن میگوییم تنها از یکی از اشیاء خانه سخن نمیگوییم چون تلویزیون و نقش آن در زندگی ما هیچ شباهتی به دیگر اشیاء خانه ندارد دورانی تلویزیون را جعبه جادویی مینامیدند این عنوان بدون شک بر واقعیتی استوار است زیرا هنگامی که به تأثیر آن بر زندگی خود نگاه میکنیم به چیزی کمتر از جعبه جادویی نمیتوانیم اعتراف کنیم کمی به زندگی خود بنگرید این که چه میخورید، چه می پوشید، چگونه حرف می زنید، چگونه راه میروید خانهتان را چگونه تزئین کرده اید؟ برای آینده تان چه آرزوهایی دارید؟ حتی اینکه چگونه می اندیشید و چگونه احساس می کنید؟ آیا می توانید به سراحت و یقین بگویید که هیچ کدام از این موارد از تلویزیون نشأت نگرفته است؟ اما اگر کمی شهامت و صداقت داشته باشید این اعتراف تلخ را خواهید کرد که حتی اندیشه و احساس شما برداشت شده از آن چیزی است که در تلویزیون نمایش داده می شود آیا این طور نیست؟ آنچه که باعث شده تلویزیون این, این نقش مؤثری در زندگی بشر امروز بازی کند بی برخواسته از بی ایمانی وی است به هر حال بشر برای زندگی کردن همیشه نیازمند به الگوست در گذشته این الگو همان شاهان و یا مردان و زنان مؤمن تاریخ بودند که سرگذشتشان سینه به سینه نقل میشد. اما حال این رسانه های عمومی هستند که با ایجاد الگوهای متفاوت برای مردم هویت سازی می کنند. تمامی سیاستمداران بزرگ جهان این را می‌دانند که چگونه باید از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، سینما ماهواره و اینترنت افکار و ایدئال های خود را بر مردم وارد سازند و به همین دلیل است که امروزه در هر حکومتی سرمایه کلانی از دولت خرج رسانه عمومی می شود و بدین گونه برای بشر هویت سازی می کنند و به راحتی می توانند هر فردی که می خواهند به واسطه تبلیغات تبدیل به بوتی برای پرستش کنند اگر در گذشته برای از میان بردن سنت ها و باورهای دیرین یک جامعه باید زمانی طولانی صرف میشد و هزینه کلانی خرج میشد امروز کافی است تلویزیون را وارد آن جامعه کرد می بینند به راحتی تمامی این سنت ها و اعتقادات از میان می رود و فرهنگ جدیدی بر اساس آموخته های این رسانه ها وارد آن جامعه می گردد. شاید بتوان به جرأت گفت که تمام آنچه که مدرنیته نامیده می شود تماما بر اساس همین رسانه های عمومی استوار گشته است. و اگر امروز سخن از جهانی شدن است این جهانی شدن تنها به وسیله همین وسایل ارتباط جمعی ممکن می شود که باعث شده تمام بشریت در هر نقطه ای از روی کره زمین تبدیل به انسانهای تکراری با طرز پوشش و گویش و خورد و خوراک یکسان شوند و بدون شک هدایت چنین انسانهای مشابهی کار ساده است و از میان تمامی این رسانه های عمومی تلویزیون به نسبت عمومی تر بودنش نقش مؤثرتری را در جامعه ایفا می کند به طور کلی برنامه های تلویزیون بر سه دسته است اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی که برای عموم مردم برنامه های سرگرم کننده بیشترین جذابیت تلویزیون را سبب می شود که این برنامه ها شامل سریال های تلویزیونی، فیلم های سینمایی و تنز ها می باشد. و همین برنامه هاست که بیشترین تأثیر را بر روی مردم می گذارد. جذابیتی که تماماً بر دروغ استوار است زیرا همیشه واقعیت و حقیقت تلخ است به همین دلیل دروغ برای بشر این, این جذاب می باشد زیرا به واسطه آن می تواند از بسیاری از حقایق تلخ زندگیش بگریزد. امروز بشر توانسته است با ساختن فیلم های دروغین و واقعی جلوه دادن آن تمامی زشتی های نفس خود را زیبا سازد هنگامی که در سریالی شاهدیم که چگونه از یک بشر دروغگو و تبخکار تصویری زیبا ارائه می دهند دیگر نمی دروغ را زشت بیابیم اگر شیطان رسالت دارد که تمامی زشتی ها را برای بشر زیبا جل بدهد و به گونه بشر را به اعمال زشت بادارد باید به جرأت بگوییم که امروز سینما و به خصوص بخش سریال سازی تلویزیون چون این رسالتی را بر عهده دارند. کافی است کمی به این سریال ها و فیلم ها دقت کنیم در خواهیم یافت که چگونه زشتی به زیبایی مبدل می شود و قباحت تمامی اعمال زشت برای بیننده از میان می رود. و یا با بتنز کشانیدن گویش و اعمال و رفتارهای غلط و خطای روزمره چگونه زشتی این اعمال از میان می رود و برای مردم امری عادی و موجه می گردد. ظاهرا بهترین بخش تلاش رادیو تلویزیون ساختن فیلم ها و سریال هایی است که با برداشت از زندگی واقعی مردم پندهایی دینی به آنان می دهد و آنان را امر به معروف و نهی از منکر می کند و سعی دارد انسانیت محبت و یاری به دیگری و گذشت را به مردم آموزش دهد اما سؤال این است که چگونه دروغ میتواند صداقت را آموزش دهد به طور مثال هنر ای که در فیلم نقش یک قدیس و انسان نیکوکار را بازی می کند در واقعیت زندگیش بشری دروغگو و حرزه و تبهکار است. و یا خانم هنر پیشه ای که در مقابل دوربین کاملا محجبه است و قرار است نقش یک زن پاک و با ایمان را بازی کند در واقعیت زندگیش نه هجابی دارد نه پاکی و حال قرار است که بی با هجابی که بر سر نهاده کل جامعه زنان را به هجاب تشویق کند آیا چون این چیزی ممکن است؟ که اگر ممکن باشد پس دجال ها برحقند و انبیای الهی دارای رسالتی بیهوده بودند زیرا تمامی این دجال ها ظاهری زیبا دارند. شاید بگویید که اکثر مردم از واقعیت زندگی این هنرپیشه ها اطلاعی ندارند و او را همان گونه که در فیلم ظاهر می شود باور می کنند. حتی اگر همچنین باشد باید پرسید که چگونه دروغ می تواند مربج راستی باشد. یک انسان به میزانی میتواند دیگری را به راستی و پاکی هدایت کند که خود پاک و راست باشد این اساسی ترین دروغ تمامی این سریال های پندامیز است اما دروغ دیگری که در این فیلم ها وجود دارد تناقض های آن است که در هر یک از شخصیت های فیلم وجود دارد به طور مثال دزدی که عاشق می شود و همین عشق وی را وادار به دزدی می کند و یا عاشقی که جنایتکار می شود و یا تبهکاری که به ناگاه در جایی ایثارگر می شود. اما حقیقت این است که هیچگاه یک دوست عاشق نمی شود و آنچه که او عشق می نامد تماما حوسبازی است و یا اینکه هیچگاه یک عاشق جنایتکار نمی شود و هیچ تبهکاری حتی اگر هم بخواهد نمی تواند گر باشد. آنچه که در این فیلم ها آموزش داده می شود، معجونی از دروغ و توهم و خیالات است که به عنوان واقعیت و حقیقت به خورد مردم داده می شود. شیطان شناسی در قرآن به ما می آموزد که شیطنت و مسیر گمراهی بشر چیزی جز زیبا سازی زشتی ها نیست و این رسالتی است که امروزه بر دوش سریال های تلویزیونی نهاده شده است و شیطنت را محقق می سازد و ثابت می کند که آدمی در آن واحد می تواند هم زناکار، تبهکار، دزد و جنایتکار باشد و هم عاشق و ایثارگر و مؤمن باشد. این همان دجالیت است که همچون گوساله سامری به واسطه تلویزیون پرستیده می شود این گوساله ای که مولد همه نوع صدا هاست و در بهترین جای خانه همچون سلطانی بر کل احالیش فرمان روایی می کند راز آزادی خواهی بی تردید آدمی هر چیزی را که شدیدتر طلب کند نیازش به آن شدیدتر است و فقدانش درونیز شدیدتر اگر انسان مدرن آزادی خواهتر از انسان قدیم و سنتی است آیا بدان معناست که احساس آزادیش را از دست داده است و به قهطی آزادی دچار شده است؟ و یا بدان معناست که اصولاً آزادی خواه تر از قدیم شده و نیازش به آن بیشتر گردیده است. آزادی در یک کلام به معنای آزادی عمل است که آزادی بیان نیز یکی از این اعمال محسوب می شود. از آنجا که اصر جدید اصر ظهور کالاها و امکانات فنی تازه است لذا بشر هم به فعالیت های جدیدی میل یافته و آرزوهای جدیدی به دست آورده است و نیز نیاز جدیدی به فراهم آوردن این کالاها و این امکانات جدید در یک کلام آزادی خواهی مترادف است با مصرف بیشتر و متنبعتر بازیها و عیاشی های بیشتر و متنبعتر داشتنها و جلوگری ها و ماجراجوییهای های متنبه و به همین دلیل در کشورهای صنعتی تر شاهد آزادی خواهی بیشتری هستیم بدین لحاظ این آزادی خواهی تماما محصول علوم و فنون جدید است و پدیده ای کاملا فیزیکی و صنعتی می باشد و لذا فعالیت ها و آزادی های فیزیکی بیشتری را می طلبد. تحرک و سرعت بیشتر، جنب جوش بیشتر، خوردن بیشتر و رقصیدن بیشتر این آزادی معلول مادیت محض است و اما از طرف دیگر از بطن همین آزادی های بیشتر شاهد ظهور هرج و مرج و تخریب و ترور و اعتراضات بیشتری هستیم آزادی اربده و تخریب و تباهی و نابود سازی کل نظام صنعتی و قایت آن به جنون و جنایت و اعتیادها و خودکشیها می میرسد. این آزادی در ذاتش خود برانداز و ضد انسان و ضد کل این نظام علمی و فنی می باشد و با حاصل بی معنا شدن و بی اراده شدن بشر در اسارت صنعت است. اصر جدید عرصه تن شدگی بشر و انقطاع از فطرت خیشتن است و این است راز آزادی خواهی های عصر جدید ماشین و تکنولوژی های برتر موجب از خود بیگانگی و بی ارادگی بشر شده و او را به جنون انداخته است این آزادی خواهی دارای ذات جنونی است و تلاش کورکورانی بشر برای بازگشت به روح خیشتن است این آزادی خواهی نهایتا انسان را به جان خودش و کل تمدن مدرن می اندازد تا روح و معنا و اراده خود را از اسارت آن خارج کند فلسفه او آرامش در حضور دیگران هر تویی نیازمند به اوست تا بتواند مربوط گردد در واقع اوی هر رابطه ای به مسابه خط فاصله بین من تو است که من را به تو متصل می سازد. این امر در رابطه زناشویی شدیدترین ترین نمود را دارد. اوی هر رابطه ای به مسابه امام رابطه است که یا امام دین و هدایت است و یا امام کفر و زرادت البته یک منتوی مؤمنان در کمالش جز خدابند اوی ندارد ولی منتوهای کافرانه مستمرن نیازمند روابط اجتماعی گسترده اند و لحظه ای بدون اویی قادر به تحمل یکدیگر نیستند اینان یا باید مهمانی بدهند و یا باید مهمان باشند. جنون معاشرت های فامیلی یا به اصطلاح دوستانه برخواسته از منتوهایی است که به واسطه کفرشان هیچ رابطه ای ندارند و بدون دیگران لحظه ای یک دیگر را تحمل نمی کنند که در سالمترین وضعیت می تواند فرزند باشد که در چنین حالتی زبالدان کفر و دروغ رابطه زناشویی است که آن فرزند را به انزجار می رساند. یک اوی خانگی رابطه زن نیز تلویزیون است که جامعه را به رابطه وارد ساخته و قابل تحمل می سازد. در این صورت کافی است که شبی تلویزیون خراب باشد. این اوهای دروغین به مسابه محللهای های رابطه اند. او یک رابطه اگر انسان مؤمن باشد آن دو را هم نزدیک و صمیمی می سازد و دعوت به دین و اخلاص می کند که اگر تصدیق نکنند به انقراض می روند. بزرگترین اوهای تاریخ انبیا و اولیای خدا هستند. حضرت مسیح می برخی میپندارند من فرشته صلح هستم در حالی که شمشیری هستم که بر رابطه ها فرود می هرکه هر که مرا تصدیق کند به وسال میرسد و هر که مرا انکار نماید به فراق می کشد در معنای نهایی اوی هر رابطه ای یا خداست و یا ابلیس است رابطه صادقانه و رابطه دروغین جنون روابط عمومی امروز یکی از سرمایه های واجب و سرنوشت ساز هر فردی همانا میزان و تعداد روابط عمومی او در جامعه محسوب می شود. هر کسی که تعداد آشنایان بیشتری داشته باشد موفقتر به حساب می آید و این از اساس فرهنگی نظام امپریالیزم جهانی است، که تبدیل به هویت افراد بشری شده است مکتب اصالت سود دهی است در اینجا انسانها هر یک همچون کالایی محسوب می شوند که بر روی آن سرمایه گذاری می شود در این قلم رو برای انتخاب رابطه هیچ ملاکی وجود ندارد همانطور که فرق نمی کند که آدمی پول را از کجا کسب کند زیرا پول پول است لذا در روابط اجتماعی مدرن مطلقا انتخابی وجود ندارد البته آن روابطی که درآمدزاتر هستند ارجحیت دارند روابط اجتماعی مدرن هرچند که هدفی جز درآمدزایی ندارد ولی برای حفظ این درآمد هم نیازمند حراست و پشتیبانی است و لذا این روابط اجتماعی به نوعی نقش بیمه را هم ایفا می کنند یعنی آدمی هرچه که روابط بیشتری داشته باشد بیمه تر است این است که می بینیم در لیست روابط عمومی هر کسی در دفتر تلفن هر آدمی پیدا می شود هرچند که ممکن است در تمام عمر با بسیاری از این آدم ها تماس هم گرفته نشود در این لیست حتی شماره تلفن دشمنان هم وجود دارد فامیل، آشنایان، همکاران، آشنای فامیل، همکاران آشنایان فامیل همکاران رمال دوست جیب بر، قاچاقچی پزشک جنگیر تبهکاران زناکاران فواحش پلیس اطلاعات رسانه ها همسایه های قدیم و جدید و حتی لیست کسانی که یک روزی با آنها تصادف کرده ای و یاد درگیر شده ای. هرچه تعداد افراد این لیست بیشتر باشد، احساس امنیت و قدرت بیشتری پدید می آید. آدمی به میزانی که خود در درونش توهی و از خود بیگانه است و حتی یک نفر که دوستش بدارد موجود نیست نیازمند روابط عمومی بیشتری به لحاظ تعداد می شود و هر شب و روز بی هیچ کار خاصی با چند نفر از این لیست تماس می گیرد تا مطمئن شود که وجود دارد من شماره تلفن خیلی ها را دارم پس هستم و از این گذشته این روابط عمومی ناهمگون و متناقض که همچون آشی است که در آن هر چیزی پیدا می شود خاصیت دیگری هم دارد و آن تجارت و اشتغال و سیاست است که حاصل خبرچینی و دو به همزنی بین این همه آدم است به قول معروف تفرق افکندن و اخبار راست و دروغ جا به جان نمودن و حکومت کردن البته این یک حکومت مالی و توهمی است و فرد به تدریج رسوا و منفور همگان می شود و به جنون می افتد. از ویژگی این نوع روابط عمومی چاپلوسی است. این نوع آدم ها به خصوص بین آدم هایی که اختلاف دارند بیشترین پرسه را میزنند و با اختلاف افکنی بین آنان برای خود کسب هویت می کنند و متوجه نیستند که همه این آدم های رنگارنگ و مخالف تمام وجودش را تسخیر کردند و در درون او مشغول جدال و جنگ هستند و وجودش به قارت می رود و تباه می گردد. هویت این آدم ها به طور مستقیم برخواسته از تجارت کلام است که با مکر و شیطنت تدارک می شود. آدم فروشی کل هویت آنها را تشکیل می دهد. کار این آدم فقط خرید و فروش احوال و افکار و کردار و شرایط و مسائل دیگر است. یکی از ترفندهای او اختلاف افکندن و سپس مصالح نمودن بین افراد است تنها شغلی که واقعا برای این نوع آدم ها ذاتی است تجسس و کسب اخبار برای اداره اطلاعات است هرچند که اداره اطلاعات به واسطه استفاده کمابیش مجانی از این آدمها دچار دو دوچار گمراهی می شود و بازی چه می گردد و نهایتا به واسطه ی لطماتی که به معموران این اداره وارد شده از وی انتقام می و شدیدن تنبیهش می کنند و نیز رسوای همگان می شود. و این آخر آقابت این هویت در جامعه است که امروز در سراسر جهان به سرعت در حال رشد می باشد و تبدیل به یک هویت جهانی می شود و نهایتا در بازی با مراکز اطلاعاتی ساقط و حلاک و رسوا شده و به پوچی خود مبتلا می گردد و منفور همه آن روابطی می شود که تمام عمرش را صرف آن نموده بود. در قرآن کریم تجسس و خبرچینی از احوال خصوصی مردم از جمله گناهان بزرگ است که مختص کافران ریاکار می باشد.